سلام به همه، درس چهارم کتاب تورکچه اوکیوروم رو با هم دیگه شروع میکنیم. درس پاهالو البیسه. پاهالو به معنای گرون، البیسه به معنای لباس هستش. پاهالو البیسه یعنی لباس گرون. یادتون باشه دوستان عزیز که در زبان ترکی صفت که اینجا پاهالو باشه قبل اسم میاد، یعنی هر صفتی در زبان ترکی در زبان انگلیسی قبل اسم میاد. البیسه هم اسمه، پاهالا البیسه یعنی لباس گرون. پاهالا متضاد کلمه اوجوز هستش. اوجوز، اوجوز یعنی ارزون، پاهالا یعنی گرون. خب بریم مکالمه رو با هم دیگه شروع کنیم. تکین و ابرا رو داریم اینجا. تکین میگه که مرحبا، مرحبا، سلام. ابرو میگه که مرحبا، خوش گلدینیز، خوش گلدینیز، خوش گلدینیز یعنی خوش اومدید. تکین میگه که خوش بولدوک، خوش بولدوک یعنی خوش باشید. در جواب خوش گلدینیز میگیم خوش بولدوک. پانتولون و جکتلره باکمک استیارم. پانتولون به معنی شلواره و همکمون و هست. جکت هم به معنی ژاکت. این لری که اینجا میبینید جمع دیگه، نشونه جمع. جکتلر یعنی ژاکت ها. این ا هم که اینجا میبینید به معنی به هستش. جکتلره یعنی به ژاکت ها. باکمک استیارم یعنی میخوام نگاه کنم. پس پانتولون و جکتلره باکمک استیارم یعنی به پانتولون که به معنی شلوار باشه، جکت هم که به معنی ژاکت باشه، باکمک استیارم میخوام نگاه بکنم. ابرو میگه که تابی، تابی یعنی البته. بویرون، بویرون مینویسن ولی در محاوره این او رو نمیخونن و میگن که بویرون، بفرمایید. جکتلر برادا. باز اینجا هم این برادا می نویسن ولی در محاوره شما بردا می شنوید. حواستون باشه این آ رو در محاوره نمی خونن. به جای برادا میگن بردا. به جای بویرون میگن بویرون. چرا؟ چون سهولت داشته باشه در تلفظ. تابی هم که به معنی البته. البته بفرمایید، ژاکت ها اینجا هستن. بو جکت گوزل، این ژاکت زیبا هست. دنمک استیارم، استیارم یعنی میخوام، دنمک یعنی امتحان کردن. میخوام امتحانش کنم، میخوام حالا به عبارتی پروش کنم. خب پس یادتون باشه قبل استیارم هر فعلی بیاد به شکل مصدر میاد و اینو در جلسات قبلی اونجا که یادمه گفتم خدمتتون. مثلا گیمک استیو رو میخوام بپوشم، گیتمک استیو رو میخوام برم، اوتورمک استیو رو میخوام بشینم و سایر. پس باز میگه که بویرون، بویرون بفرمایید، یعنی میگه یه دنمک استیو رو میخوام امتحان کنم، میخوام پرو کنم، میگه بویرون. شما هم بخواین یک لباسی رو پرو کنید میتونید از این عبارت دنمک استیو رو استفاده کنید یا بگید گوزل، زیباست. تکین میگه که بو جکت کوچک، بو جکت کوچک، این ژاکت کوچیکه. بو جکت کوچک. بیر نمارا بیوک جکت وارمه. دوستان گرامی، وارمه به معنی وجود دارد هستش، یعنی آیا وجود داره. و اینجا که میگه بیر نمارا کوچک، بیر نمارا بیوک یعنی یک شماره، یک سایز بزرگ ژاکت آیا وجود داره؟ یعنی یه سایز بزرگتر داریم. حالا مثلا شما میتونید به جای بیوگ کلمه کوچک رو بذارید. بیر نمره کوچک جکت وارمه، یک ژاکت یه نمره کوچک دارید، یه سایز کوچک وجود داره، دارید. پس کوچک به معنی کوچیکه، بیوگ به معنی بزرگه. حالا میگم برای کفش هم میتونید استفاده کنید. کفشتون رو مالا گرفتین، به پا کردین،
بعد میبینید بزرگه، میگید بیر نمره کوچیک وار مه، میبینید کوچیکه، بیر نمره بیوک وار مه، پانتالون گرفتید، بیر نمره کوچیک وار مه، میخوایم بزرگ باشه، بیر نمره بیوک وار مه، پس میتونید از این عبارت استفاده کنید. ابرو میگه که طبیعی، البته، بیرون بفرمایید، بو جکته دنیین. دنمک یعنی امتحان کردن، دنیین یعنی امتحان بکنید. بو جکتی دنیین یعنی این ژاکت رو امتحان بکنید. تکین میگه که تمام، بو ایه، باشه، این خوبه. نه کادر؟ نه کادر یعنی چقدر؟ برای پرسیدن قیمت از این نکادار استفاده میکنیم. نکادار چقدر؟ میگه 400 لیره. 400 لیره یعنی 400 لیر. در جلسه پیش گفتم دوستانی که عدد خوندن اعداد و بلد نیستن یا اصلا اعداد رو نمیدونن در ترکی میتونن ویدیوی مربوط به اعداد رو ببینن در کانال یوتیوبیمون به نشانی مهدیار هجا وجود داره. بعد تکی میگه که او تعجب میکنه، او چوک پاهاله، خیلی گرونه، چوک پاهاله. Biraz ucuz fiyat söyleyin lütfen. Pahalı gerun, çok pahalı, hayli gerune. Biraz yekem ucuz fiyat. Kıymete erzun. İnca mutezadde. Pahalı, payin, ucuz mişe. Ucuz yani erzun, fiyat, kıymet. Yekem fiyatı kemter, yekem kıymeti kemteri söyleyin. Söyleyin yani begid. Lütfen, lütfen. Fiyatlar standart. Standart ne hunida? Galati. Standart. Der Türkiye in se ve te rumi çasmınan behem. Standart. Fiyatlar standart. Beyefendi. Beyefendi yani ağayı muhterem. Hala ince ye hanım bezarid. Becai bey. Hanımefendi. بشه خانم محترم. کی از این استفاده میکنیم؟ زمانی استفاده میکنیم که مخاطب اسمشو نمیدونیم. مثلا من اسم شما رو نمیدونم، شما خانم هستین، شما رو به خانم افندی صدا میکنم. آقا هستین، شما رو به افندی صدا میکنم. پازارلık yapmıyoruz. این فروشنده هست، اسم این تکین رو نمیدونه. میگه که pazarlık yapmak yani çune zaten. Niye çune nemizanim? Pazarlık yapmak. Pazarlık yapmıyoruz. Çune nemizanim. Peki. Hop. Peki yani hop. Pantolonlara bakmak istiyor musunuz? Pantolon. Goftim ben yani şalvarı. Pantolonlara yani bir şalvar ha. Bakmak istiyor musunuz? Mihahid negah kerden aya. Ya میخواین نگاه بکنی؟ پس ببینید استیور باز پشتش فعلش به شکل مصدر میاد. میگه evet، بله. Buyurun pantolonlar orada. که باز این orada نوشته میشه، ولی این آشو چکار میکنیم؟ میندازیم، نمیخونیم، حذف میکنیم، میخونیم orada. پس burada، orada. Burada, orada, şurada hem میتونید بگید که şurada نوشته میشه ولیکن şurada خونده میشه. پانتولون هم که گفتیم شلواره، شلوارهای کتونی و جینی میگن. پاردون، شلوارهای کتونی و پارچه‌ای میگن. به شلوارهای جین، شلوار لی به عبارتی کت میذارن یه دونه اول این. کوت میذارن میشه کت پانتولون. میشه شلوار جین. Bu pantolonu denemek istiyorum. Hop, گفتیم که هر چیزی که بخواین پرو کنین، امتحان کنین، از denemek istiyorum استفاده میکنید. این شلوار را، این او به معنی راه. این شلوار را میخوام امتحان بکنم. کابین بوردا. همونطور که ملاحظه میکنید، بورادا نوشته میشه. ولی این آ رو نمیخونیم. کابین burada. Kabin به معنی اینجا اتاق پروه یا کابین پروه. Kabin burada. Buyurun بفرمایید. جواب teşekkürler. Teşekkürler. متشکرم. خب بعد پوشیده میگه که nasıl؟ چطوره؟ Nasıl؟ تمام مı؟
Yani okey, tamam mı? Halle. Miye evet, iyi. Bu ne kadar? İn çeğadre. Pes ne kadar? Bari porsiyonun kıymet istifade etmiş. Ne kadar? İn çeğadre 170 lira. 170 lira. Sado 70 lir. Fiyatlar gerçekten çok pahalı. Gerçekten yani vakaen. Kıymet ha vakaen çok gerune. Kıymet ha vakaen çok gerune. Ebru miye ki beyefendi, ağay muhterem, biz kaliteli elbiseler satıyoruz. Kaliteli yani ba keyfiyet. Ve mahsulatı ba keyfiyet mi yani kaliteli? Fark nemikone hala her mahsulü başı. Ba keyfiyet mişe kaliteli. Satıyoruz yani mi fruşim. Satmak, satmak. Bade in satimak biyarim. Mişe fruhtan. Satmak mi fruşim. Elbiseler güzel. Değil mi? Elbise ha, lebas ha, güzelen, ziban, magene, değil mi? Magene. Yadetun başı dostan, her موقع بخواین مگه بگید در زبان ترکی جمله رو که گفتین یه مکس میکنید در محاوره یا در موقع نوشتن یه ویرگول میذارین بعد دیل می میارید دیل می که باز این توی محاوره دیگه به شکل دیل می گفته نمیشه به شکل دیمی گفته میشه دی دی می یعنی به جای دیل یه دونه حرف د یه دونه حرف ای میذارید مثلا انگار میخوایم بنویسیم دیوار اون دی دو حرف اول دیوار رو میذارید اینجا میشه دی می دیمی یعنی مگه نه مثلا میخوایم بگیم که تو اینجا میمونی مگه نه سن بوردا کالیورسون دیمی تو اینجا میمونی مگه نه سن بوردا کالیورسون دیمه و میگه که البیسلر گوزل دیمه لباس ها زیبا هستن مگه نه میگه که اوت گوزل بله زیبا هستن اما خب اما چی رفتیم ما هم خیلی عقبتر درس قبلیه بله خب البیسلرمیز gerçekten elbiselerimiz yani lebasamun gerçekten vagan çok kaliteli. Vagan ba keyfiyeten. Gerçekten çok kaliteli beyefendi ağay muhterem. Tamam alıyorum. Mert ince dige heli hasta şöyle bud. Tamam alıyorum. Başı mı girem? Gömlek istiyor musunuz? Ebru furuşende miye ki gömlek. Gömlek ve manayı pirani. Piren. Albatta این پیرن نیست طبیعتا نشون بدم این تیشرته گملک استیار موسونوز آیا گملک میخواین چوک گوزل گملکلریمیز و کراواتلارمیز وار چوک گوزل به معنی خیلی زیبا گملک به معنی پیرن گملکلر پیرنها اینجا که ایمیز اومده برای ما هستش گملکلریمیز یعنی پیرنامون ve kravatlarımız var ve kravatayı داریم یادتون باشه باز دوستان حالا اون دوستانی که پسندهای مالکیت رو میدونن حواسشون باشه هر موقع کلمه‌مونو پسوند مالکیت اضافه کردیم این برای بیزیمه دیگه مال ما گملکلرمیز یعنی پیراهنهایمان به عبارتی هر موقع این مالکیت که اضافه میشه پسوندش بعدش وار بیاد این به معنی در هستش در ترکی مثلا آرابا میشه ماشین آرابام میشه ماشینم اگه بعد این آرابام یه دونه وار بیاد میشه آرابام وار یعنی ماشین دارم در واقع در زبان ترکی فعل جدایی برای داشتن ندارن یعنی ترکا چیزی به اسم داشتن چیزی به اسم to have انگلیسی ندارن اینا میگن که ماشینم وجود داره که همون معادل ماشین دارم میشه پس اینو یادتون باشه گملکلریمیز و کراواتلارمیز وار یعنی پیراهن و کراوات داریم همیشه هم وار میاد اگه بخوای بگی که ندارم نداری ندارند و غیره برای سایر ضمایر به جای وار یوک میاری گملکلریمیز یوک یعنی پیراهن نداریم
کراواتلارمز یاک یعنی کراوات نداریم. حالا این برای ضمیر بیز هستش، من اینا رو نداریم یا داریم معنی میکنم. اما مثلا برای بن باشه کراواتم بگم یعنی کراواتم، اون موقع بازم وار میاد ولی معنیش دارم ندارم میتونم بگم. مثلا کراواتم وار یعنی کراوات دارم، کراواتم یاک یعنی کراوات ندارم. پس از این وار ما نمیتونیم معنی کنیم، نمیدونیم یعنی از این وار که باید برای بن معنی کنیم یعنی بگم دارم ندارم، یا برای تو معنی کنیم بگیم داری نداری. فقط از این پسمنده مشخص میشه که اینو باید من دارم معنی کنم، داری معنی کنم، دارید معنی کنم، دارند معنی کنم، چی معنی کنم. خب تکیم میگه که گملک استمیارم، پیراهن نمیخوام، چوک گملگیم بار. ببین گملک، گملک اینه، چون مالکیت ایم اضافه شده واسهش که تبدیل به یوموشاک شده. ببخشید، چوک گملگیم بار یعنی خیلی پیراهن دارم. حالا میگفت که چوک گملگیم یاک، این چی میشد؟ میشد پیراهن ندارم. چوک گملگیم یاک، خیلی پیراهن ندارم. کراواتلار نیکادار، کراواتلار نیکادار، کراوات ها چقدرن، قیمتشون چنده؟ میگه بویرون، بفرمایید. اتیکتلره بکن، اتیکت به معنی برچسبه، برچسب قیمت. اتیکتلر یعنی اتیکت ها، اینم که هستش طبق روال معنی پسمنده به معنی میده، یعنی به اتیکت ها نگاه کنید. بعد میگه اوید شیمدی کراوات آلمیارم، بیچاره پشیمون شد، الان کراوات نمیخرم. ما یه دونه ساتماک داشتیم، فروختن، یه دونه هم آلماک داریم، متضادشه یعنی خریدن. آل بعدش ماک میزنیم، آلماک یعنی خریدن. بلکه سونرا، بلکه شاید، سونرا بعدن، شاید بعدن. ای گونر، روز بخیر. ای گونلرده، بله گین هستش، ای گونلرده گین یعنی مبارکتون باشه، یعنی در روزهای خوش بپوشید، تن بکنید، مبارکتون باشه. بعد دوباره من تکرار کنم، این معنی رو میده. معمولا موقعی که شما لباس خرید میکنید این کلمه رو بهتون میگن، ای گونلرده کولانان، یعنی در روزهای خوش استفاده کنید. اینم از جلسه چهارم کتاب چوکچوکیوروم و مکالمه سوم. یه متن خوندیم، سه تا مکالمه.